بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اذن تعلی فی دعائک و مسئلتک فاسمع یا سمیع مدحتی. خدایا بشنو وقتی میخونمت. خودت وعده کردی فقط حربت و الیک و وقفت و بین یدیک مستکینن لک متضرعن الیک. با همه ناداری و بیچارگیم در خونت اومدم، پس منو بپذیر. سلام 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 مردم، سلام به روی مثل ماهتون. میان آسمان در جان و در دل به دنبال توی می ماه محفل. خیلی خوش اومدین به امروز. قبول باشه نماز روزه هاتون. بفرمایید اسمتون چیه؟ اینا اعتینا کوثر. الله الله الله، اهلا اهلا اهلا. پس کوثر خانوم مهمون ماست، تا اینجاشو فهمیدی. این مشتی اصلا نمیخوری بهت خوری باشی. اشداء على الكفار رحماء بينهم. باریکلا چه ذهن قوی داری تو، خیلی عالی بود، آفرین به تو. قول قول معي حامد. دوستت ندارم. دوستت دارم. منم خب تیپم جوری بود که اصلا به قاریا نمیخورد. گرفتنه. قلها تربسون بنا الا اهدى الحسنيين. آه بس 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 بس. یکی دیگه هم هست. یکی دیگه هم هست. نه نه بس بس. هستش بس. بس اصلا بس. التائبون العابدون الحامدون السائحون. آفرین آفرین. هنه. ما شاء الله جميل جدا. يا حبيبي شكرا. انت الحلو. 4 5 تاشون قتلی بودن. یه اتفاق مهدی رشیدزاده رو میاره تو وادی قرآن. آقای رشیدزاده عزیز سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ زنده باشید. قبول باشه نماز روزه. الحمدلله شکر خدا. خوبی؟ تشکر. ممنونم. زنده باشید. یه سلام علیکی با میزبانای ما بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم. زنده باشین. همکارای گرامیتون، اساتید و حضار محترم، امیدوارم که تو این شب ها ما را از دعای خیرشون بی نصیب نذارن. در خدمت شما. سلامت باشید. خواهش می‌کنم. آقای رشید زاده شما قارین؟ بله. چی شد قاری شدین اصلا؟ والا من یه رفیق داشتم اسمش مجید. توی محل با هم بزرگ شدیم. ایشون 5 سالش بود. تو تهرون؟ بله تو تهرون جنت آباد. تو محل ما یه دونه کلوپی بود که ما میرفتیم پلی‌استیشن اونجا بازی میکردیم. این آقا مجید اومد زنگ خونه ما رو زد، گفتش که مهدی بیا پایین. گفتم کجا بریم؟ گفت میخوام بریم پلی‌استیشن بازی کنیم، روت کم کنم. گفتم وایس الان میام. اومدیم ما در رو بستیم و اینا. مجید گفتش که یکم هم تفلی زبونش میگیره، گفت تشنمه داشت مهدی. گفتم که بابا خب زودتر میگفتی، من میرفتم از بالا آب میآوردم واسهت. الان که در رو بستم مادرم هم که خونه نیست. گفتش که خب حالا بیا بریم پس چیز کنیم، بریم سمت کلوب. داشتیم میرفتیم سمت کلوب تو محل ما، خدا بیامرزه یه حاج مرتضی‌نامی بود که تو خونهش جلسه قرآن میگرفت. ما رفتیم به سمت کلوب، دیدیم این جلوی در یه قمقمه فلکس آبی گذاشتن بزرگ، این صلواتی ها. کلمن بله. آره. گذاشتن اونجا. بعد مجید گفتش که به به، پس آبمونم که جور شد، من برم آب بخونم بیام. منم پشتش رفتم. یهو دیدیم حاج مرتضی از در اومد بیرون. استاد اون جلسه بود، استاد قرآن اون جلسه بود. بعد خیلی هم ایشون سرهنگ سپاه بودن، الان به رحمت خدا رفتن. امیدوارم که روحشون شاد باشه. تا ما رو دیدن گفتم به 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 به، چه بچه های گلی، بیایید جلو ببینم. تورت کرد آقا. حالا ما هم میخواستیم بریم
اصلا هدفمون این نبود که بریم هیئت، می‌خواستیم بریم پلی استیشن بازی کنیم. بعد دست ما رو گرفت و گفتش که بفرمایید الان بچه‌ها میان شروع جلسه میشه. آقا ما هم رو درواسی گیر کردیم. بعد دست ما رو گرفتن رفتیم بالا. دیدیم کم کم اومدن افرادی که مثلا عضو اون جلسه بودن، کم کم شلوغ شد. میکروفون همینجوری میچرخوندن، هر کس یه تلاوتی انجام میداد، میداد بغلی مثلا اینجوری بود، به این صورت بود. بعد تا اینکه رسید به من. قبلش اصلا قرآن نمیخوندی؟ اصلا من تو این وادی ها نبودم، اصلا چین چیزی نبود اصلا. آن تو این وادی نبودی؟ یعنی اینکه یعنی اصلا تو فکرم نبود که آره، نه هم نه صوت داشتم نه هیچی. ما اصلا تو سنی بودیم که دوست داشتیم شیطنت کنیم. آره وقت بازی تا اینکه بخوایم مثلا تو این جلسات بریم اصلا نبودیم. همین سن مثل حسن این دیگه. نه مثل خودت. نه آفرین آفرین استاد. نه من که تو وادی بودم. آفرین پدر بزرگم. یه لحظه. من نمیخوره تو وادی بوده. آفرین. خوب بود. خیلی خوب بود. بازم مرات. ثلاثه. شنو قال ثلاثه؟ ثلاث مرات. هي وحده مره دفع. یه بار از من دفع کرد. ثلاث مرات. حالا بعدش. آره تموم شد دیگه. حسنه. بله. دستش هم نکشید حاج احمدا گذاشت. اصلا خیلی هم چیز بود آره، چون که میدونه اولین و آخرین باره این. خب ببخشید آقا. بفرمایید. حاج مرتضی به من نگاه کرد گفت به به چه پسر گلی، میخواد باسمون تلاوت کنه. اوه اوه خدمت شما عرض کنم منم تا حالا این کارا رو انجام ندادم. حالا مجید رفیقم هم کنارم نشسته بود، ما هم ترک زبون نمیشونم تو که دیدیم. من میکروفون حالا تازه میخواست یعنی طرف صدق الله بگه که میکروفون به من برسه، گفتم مجید دیم الله سنه نمیل هستی. بعد من گفت اوخی اگر سن اوف دستویش میشتون الان من برده نگریدیم مجید. این هم اینجوری کرده و دستشو داشت میخندی. حالا بگو یعنی چی؟ من بهش گفتم مجید خدا بگم چی کارت کنه، اگر تو خونه آب خورده بودی الان کار ما هم به اینجا نمیتونی. خلاصه میکروفون به دست من رسید و گفت خب بخون. گفتم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اینا هم گفتن الله. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم. اینا هم گفتن الله. بعد این مجید هم حالا داره به من میخنده، سرش اینجوری کرده توپل بود و اینا. آره مجید دوست من مجید. آب نمیخوای؟ بله. آب نمیخوای؟ بعد داشت به هم میخندید اینجوری هم کرده بود. گفتم و شمس و زوها اینا هم گفتن الله و القمری از تلن گریه کردم. حاج مرتضی خب همه شروع کردن به من مثلا اصلا اون چون افراد اون جلسه چوری بودن که شروع کردن خندیدن. حاج مرتضی گفت چرا میخندید بهش؟ آقا حالا منم دارم گریه میکنم. میگفتم ببخشید تو رو خدا، ما قرار بود بریم پلی استیشن بازی کنیم. مجید خدا لعنتت کنه میکروفون انداخته. حاج مرتضی گفتش که پسرم گل، پسرم بیا اینجا ببینم ایراد نداره، چه گریه میکنی؟ اومد منو کنارش نشوند، یه دستی به سرم کشید و گفتش که پسرم اصلا به نظر من ایراد نداره، تو اتفاقا همین که شجاعتشو داشت این میکروفون رو گرفتی تو دستت، همین که اعوذ بالله بسم الله با این صوت جلیت گفتی به ما، حالا من صوتی هم نداشتم، این خودش بزرگترین امتیازه، باری که الله به تو. عجیبش در آورد اون موقع یادمه این ده تومنی های چیز بودن، یه دونه ده تومنی به ما داد، روشم مهر خورده بود، مهر چیزه یا علی نوشته بودن. بعد اون ده تومنی رو به هم داد، گفتش که من مطمئنم شما میری این سوره رو کار میکنی، سری بعد که اومدی درست میخونی این سوره رو. بعد به من گفتش که حالا من میخونم شما پشت سر من تکرار کن. حاجی خوند و ما پشت سرش تکرار کردیم. دوباره یکی از اون افرادی که اونجا بودن آقای محسن اکبری، ایشون هم گفتن که یه جایزه هم ایشون پیش من داره، چون که بعد از حاج مرتضی خوندم دوباره اونم یه دهی هم ایشون به من داد همین و همون شد که شد. آفرین. همون شد که من
خوشم اومد. بعد همون 20 تومانی هم که گرفتیم ما صاف رفتیم تو کلوب پلی استیشن، گفتیم بریم پلی استیشن بازی کنیم. بعد اون موقع من یه برادری دارم که الان خارج از ایران زندگی میکنه، یه ضبطی واسه خودش خریده بود، ضبط کاست خریده بود. بعد کسی هم جرئت نداشت سمت اون ضبط کاسته بره. حالا مخفیانه من داداشم سیم ضبط رو برمی‌داشت قایم می‌کرد که کسی دست نزنه بهش. بعد من چون دیده بودم جاش کجایی می‌ذاشت زیر رخت خواب لای این پتوها می‌ذاشت چیزا رو، رفتم برداشتم سیمو وصل کردم و شروع کردم گوش کردن. هی ما هم اینجوری با این ضبط می‌زدیم عقب می‌زدیم جلو هی تمرین می‌کردیم، یهو دیدم ضبطش خراب شد. ضبطش خراب شده اومد خونه داشت، اونم اصلا تو این وادیا نبود، معمولا موسیقی گوش میکرد. داستان داره جنایی میشه کرد. موسیقی گوش میکرد. منم همون هین خوابم برده بود، یهو اومد دیدم با یه چیز محکم خورد تو سرم. گفتش چیکار کردی تو؟ بلند شد اینم زد محکم با دمپایی زد تو سرم، از خواب بلند شدم. گفتم داداش تو رو خدا ببخشید. گفته ضبط منو خراب کردی، رزمی هم کار میکرد. آقا تا اونجایی که میخوردم منو زد. دیگه بازم این میرفت سر کار، دوباره من اون تنبیه آدم هم نکرده بود، ادب نشده بودم. دوباره رفتم گوش کردم اون سوره رو، تا اینکه رفتم یاد گرفتم و حاج مرتضی به من گفت بیا میخونی آقای رشیدزاده. رفتم هیئت دیگه شناخته بوده. آره دیگه شناختم. گفتم آج مرتضا قول دادی بهم جایزه بدی یا 10 تومانی؟ گفت بله میدم. گفت میخوای بری پلی استیشن بازی کنی؟ گفتم بله میخوام برم پلی استیشن بازی کنم. رفتم شروع کردم و سوره رو خوندن. سوره رو خوندن آج مرتضا گفت باری کلا چه ذهن قوی داری تو، خیلی عالی بود، آفرین به تو. بعد همینجوری تشویق کردن، گفت من قرار بود یه دونه 10 تومانی به تو بدم، حالا شد 2 تا 10 تومانی. بعد دوباره اون آقا محسن عضو ثابت اون جلسه بود، ایشون هم گفت حاج مرتضی اون یه دونه 10 تومانی که من اون سری دادم، منم 2 تا 10 تومانی دیگه بهش میدم. 40 تومان هم اون موقع خب خیلی پول بود. ضبط چند بود؟ خیلی پول بود. یعنی جمع میکردی میرفتی یه ضبط میخریدی؟ آره. بعد نه دیگه ما پلی استیشن دیگه ضبط بوده دیگه خونه. هر جا که میره میرسه به پلی استیشن. بله. بعد دیگه همین شد و دیگه من به صورت اتوماتیک وار خدا خواست هی رفتم سوره های جدید کار کردم، سوره های جدید کار کردم، آیات جدید رو کار کردم. هی پلی استیشن بازی. نه بس 10 تومانی رو. اون 10 تومانیه. مهدی جان. بله. مهدی جان. حالا بخون یه ذره برام. یه اتفاق مهدی رشیدزاده رو میاره تو وادی قرآن. بله. و حالا میخوام بگیم اتفاقا قهرمان قصه حاج مرتضی. حاج مرتضی خوش اخلاق. آره اون حاج مرتضی که در خونش بازه و پذیرایی کرده و با خوندن مهدی باز راهو براش باز کرد. آقا منم به خاطر اخلاق خوب معلمی که اولین بار رفتم کلاس قرآن عاشق اون شخصیت شدم. عاشق اون شخصیت شدم که اسم ادامه معلم تو بگو حاج احمد. فامیلی شدن حاج ابراهیم بهش میگفتیم. حالا اگه شاید برنامه ببینه من دستشو میبوسم واقعا، ولی اینقدر خوب برخورد کرد که من به خاطر اون شخصیت میرفتم کلاس. یعنی تلاوت برام مهم نبود، روحانی برام مهم نبود و پایه قاری شدن بله تمام بله کلاسه بله بوده دیگه. ابراهیم شهدادی زنده باشن. مهدی برام بخون حالا. بخونم واسه. آره الان تو قاری دیگه. بله الان خودتو قاری میدونی دیگه، قاری حرفه‌ای. بله 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 حرفه‌ای که خب الان اشکال نداره بگم میشناسمش، چیزی نمیگیم بگم میشناسمش. خب بگید نه بفهمید میشناسمش. خب عادت کردم چقدر وقت. نه جدی حاج احمد میشناسی؟ آره بابا بله حامد من تو مسابقات ارتش سال 90 و سال ببخشید 83 بود، حاج آقای ابوالقاسمی داور و مسابقه بودن ارتش نیروی زمین، همین لویزان بود، ستاد نیرو لویزان. من تو اون مسابقه بین سربازای ارتش نیروی زمینی اول شدم. ماشاءالله. نه من فکر کردم که حالا خونده و بالاخره حالا الانم، ولی نه.
این به خونه جایزه نداره چون الان باز میری پلی استیشن. بله نه الان صاف برو خونه. الان به خونه میری کلوب مجددا؟ نه دیگه. حالا میپرسم ازش که الان چی کار میکنه مهدی. بخون برام مهدی جان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا رحمن يا رحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله 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 ما شاء الله. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. الله أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين. الله الله سبحانه جل جلاله. الله 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 الله. ولسانا وشفتين. يا عيني الله الله الله. وهديناه النجدين. الله الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وما أدراك ما العقبة. وما أدراك ما العقبة. الله الله. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. ماشاءالله ماشاءالله مهدی ماشاءالله. دم شما گرم. سلامت باشید جان. عرض به خدمت یه قهرمان اصلی داره که حاج مرتضی است که نمیدونم در قید حیات هستن. ایشون به علت بیماری که داشتن سرطان داشتن. خدا رحمتشون خدا رحمت خدا رحمتشون شاد. گفتم اگه اینجا بودن واقعا دستشون میبوسیدم. ولی یه سنت بزرگی هست. این در مورد همه هم هست آقای رسالت. با کم و زیادش علاوه ان فی ایام دهرکم نفخات الا فتعرضوا ولا تعرضوا عنها. آقایون خانما بینندگان عزیز تو ایام عمر همه یک سری نسیم های خوش میوزد. حالا بستگی داره طرف بگیره این نسیم رو یا نگیره این نسیم رو، پشت بکنه یا پشت نکنه. و یعنی تو زندگی همه هست، در قرآن هم هست. حالا انشالله یکی از عزیزان تلاوت میکنه. و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته. پیشاپیش رحمت الهی یه سری بادهای در حقیقت بارانزایی
و باران آوری میوزد حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت، که میبره به سمت سرزمین های مرده. و هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی. الله سبحانه و تعالی. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء. فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. الله 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 الله. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. الله 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 الله. يا سلام. امير المؤمنين در نهج البلاغه میفرمایند که اذا وصلت اليكم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر. میگن نعمت ها مثل یه زنجیره به هم وصل، اگه این حلقه اولو گرفتی و شکر کردی حلقه دوم میاد، شکر کردی حلقه سوم میاد، بعدی میاد، بعدی میاد، بعدی میاد و ته نداره. میگن نکنه با ناشکری. اگر آقا مهدی ناشکری حاج مرتضی رو میکرد همون موقع، اگه این ناشکری شاید الان یک قاری نبود. ولی این نکته‌ای که برای آقا مهدی اتفاق افتاده برای همه ما اتفاق می‌افتد، صادق است و اتفاق می‌افتد. انشالله به عظمت این ماه عزیزی که درش هستیم، این بادها و نسیم‌های الهی در زندگی ما ببزد و ما را هدایت کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. میدونم که تو معلم قرآن هم شدی. والا ما بعد از گذروندن این کلاس ها با یه آقایی به نام استاد شفق دوست بودیم. ایشون کارمند سازمان زندان ها بود. آقای شفق اینه من... میشناسم من. بله بله. ما اتفاقا علکی حاج محمد جان من یه روز تو تماشاچی ها بود اصلا اینجا. آقا چرا نشناسه؟ 130 سالشه با همه مردم دیگه. آره یه بخشی از عمرش هم زندان. بعد من دوران خد تعرف شرق البلاد غرب البلاد شمال البلاد جنوب البلاد كله تعرف استاذ احمد ما شاء الله. بعد گفتش که میای بری قرآن تدریس کنی چون منو میشناختن. گفتم کجا؟ گفت سازمان چیز برو سازمان زندانا. آها اول که از در اومدم برم تو در کانون، یا آقای جلوی در سرباز بودن، چند تا سرباز بودن میگشتن. منم خب تیپم جوری بود که اصلا به قاریا نمیخورد. گرفتنت؟ نه گرفتن. حالا من عکسایی دارم که تیپم یه مدل خیلی فشن بود، اصلا هیچ کس باور نمی‌کرد. حالا علت این که منو معرفی کردن اونجا چی بود؟ به خاطر تیپم بود که بچه‌ها بپذیرن. بچه‌ها بپذیرن. می‌دونی که ما 12 روز چون من اون موقع 21 سالم بود، نزدیک به سن اینام. اینام سنشون جوریه که مثلا زیر 18 سالن. حالا مثلا سرقتی بود اینا، همه چی همه نوع بچه بودن. رفتی کانون اصلاح و تربیت؟ رفتم اونجا. بله. برای آموزش قرآن به بچه های اونجا؟ بله. نشستم خدمتشون رو گفتم که من آقای شفق معرفی کرده واسه تدریس قرآن. گفت شما قاری قرآنی؟ گفتم بله.
گفت واقعا؟ گفتم بله. گفت بخون ببینم. من شروع کردم بخوندن. و الشمس و ضحاها. الله الله الله. و القمر اذا تلاها. الله الله. شروع کردم من اینا خوندن، دیدم بچه‌ها دارن گریه میکنن چیز میکنن. بعد از تلاوتم همه از پله اومدن پایین دور بر من جمع شدن. آقا اصلا بهت نمیخوره قاری باشی مشتی، همینجوری بهم میگفتن. مشتی اصلا نمیخوره بهت قاری باشی. گفتم که چطور؟ گفت اصلا تیپت میخوره خواننده باشی. یکیشون اومد گفتش که آقا رشیدزاده. گفتم جونم. گفت یعنی میشه من مثل شما قرآن بخونم؟ گفتم چرا نمیشه؟ گفتم مگه من از زمان که از مثلا مادرم تولد به دنیا آمدم مگه من قاری بودم؟ گفتم اتفاقا این خاطره از مرتضی رو تعریف کردم. گفتم اینجوری بود جریان من. بعد یهو شد من اومدم سمت قرآن. گفت واقعا؟ گفتم آره. گفتم مثلا من تو این وادیا نبودم که میام قرآن بخونم. من به بهونه انجام بازی پلی استیشن اومدم اینجوری یهو رفتم تو این جلسه و اینجوری قاری شدم. بعد اون موقع هم تازه من گریه کردم اولین تلاوت. گفت خیلی خوب، بعد منم دوست دارم قاری بشم. بعد چند نفرم که میشنیدن اومدن دور من جمع شدن. شروع کردم مثلا ازشون سوال کردم اسمت چیه، مثلا خب جرمت چیه، چرا اینجایی اینو. نزدیک به 4-5 تاشون قتلی بودن، جرمای قتلی داشتن. بله. از اینا یه نفر توشون بود که تصادف کرده بود، گواهی نامه نداشت، تو روستا کار میکرد، اومد بود با تراکتور بره سر زمین که با تراکتور زمین رو شخم بزنن. بعد نگو یه موتوری از فرعی که میاد بیرون میخوره به این، جا به جا طرف میبینه. این بند خدا چون گواهی نامه نداشته قتل هم حساب میشه. گفت ببین من الان 17 سالمه، 18 سال، یه سال دیگه دارم. بعد گفتم که سواد داری؟ خوندن نوشتن بلدی؟ گفت اصلا هیچی سواد ندارم. عجب. من بهش گفتم توکلت به خدا باشه بیا. حالا این یکی از خاطرات خیلی زی. ایشون اومدن، من شروع کردم حروف الفای قرآنی رو توضیح دادن، نوشتم. به هر کدوم قرار شد یه دفتر رو خودکار بدن که اینا یادداشت کنن چیزی که ما می نوشتیم. بعد ایشون اومد هر چی که من مینوشتم مثلا الف و ب و اینا عین همونو تو چیز تو دفترش نوشت، رفت تمرین کرد. یه روز از سازمان زندان ها اومدن واسه سرکشی و مثلا می اومدن نظارت میکردن و اینا، اومدن جلسه قرآن ما. از من خواستن که یه نفر رو معرفی کنم که بره تلاوت کنه بخونه. این بنده خدا هم تو اون هشت ماه روحانی روانخانیش بسیار عالی شد، یعنی شما هر جای قرآن رو باز میکردید راحت میخوند. زمانی که ازش سوال کردن، من به آقای که فکر کنم آقای سلیمانی بود گفتن که چجوری این داستانش. گفتم ایشون سواد نداره ولی شما هر جای قرآن رو باز کنید میتونه بخونه. سوادش سواد قرآنیه، سوادش سواد مثلا چیز ادبیات و مثلا فارسی اینا نیست. واقعا گفتم بله. صداش کرد، حالا من فامیلشو نمیگم، گفتش که آقای فلانی اگر تو بتونی متن، یه متن رو دیوار نوشته بود، گفتن اگر بتونی متن رو بخونی ما تو رو آزادت میکنیم. بعد ایشون گفتش که من نمیتونم اینو بخونم، سواد ندارم. گفتن یعنی اینو جدی دارم بهت میگیم آزادت میکنیم ما؟ گفت بابک رو نمیتونم بخونم. بعد گفت چجور پس قرآن میخونی؟ گفت خب قرآن از آقای رشیدزاده یاد گرفتم میخونم. گفتم بخون ببینیم. باز کردن قرآن؟ باز کردم بله. صفحه 114 رو باز کردن، این شروع کرد به ترتیل خوندن. همونجا میگم رئیس سازمان زندان ها بغلش کرد، ایشون رو صدا کرد بغلش کرد، گفتش که چون خانواده طرف گفته بودن که چون اینا هم وضع مالیشون خوب نبود دیه میخواستن، دیه شون رو همونجا پرداخت کردن و این بنده خدا به لطف قرآن آزاد شد. الحمدلله. ماشاءالله ماشاءالله مهدی ماشاءالله. و دخل معه السجن فتيان. الله. واحد اثنين انتو اثنين. وما
رشیدزاده عزیز رو تشویق بکنید. احسنت. آقای عبدالرشید از کشور پاکستان میهمان ما هستن. اهلا عبدالرشید و برامون تلاوت میکنن با یک صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وغفرانه ورضوانه. أخوكم في الله عبد الرشيد عبد الرزاق من جمهورية باكستان الإسلامية. رمضان مبارك. شكريا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خير الأسماء. هو الذي ما شاء الله. محمد رسول الله. الله. يا سلام. الله الله. يا سلام. سلم. محمد رسول الله. محمد رسول الله. الله الله الله. محمد رسول الله والذي نماه أشد الله. أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء صانع رحماء بينهم تراهم ركعاً
سلام سلم الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود الله ذلك مثل ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مصطفى أنتم ذخري فارحموا عبدكم واشبروا كسري فارحموا عبدكم واشبروا كسري قد سما فضلكم يا بني الزهراء يا بني الزهراء وعلى شأنكم في الورى طرى وعلى شأنكم في الورى طرى حزتم سادتي في العلا فاخرا في العلا فاخرا جدكم خير من شرف الأكوان أحمد المصطفى من بني العدنان يا بني ويا بني المصطفى أنتم ذخرين أنتم ذخرين فارحموا عبدكم واشبروا كسرين فارحموا عبدكم واشبروا كسري الله 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 بافتخار استاد رزوان حياك الله شيخ عبد الرشيد بارك الله فيك يا اهلا ومرحبا بك وبكل احبتنا واخواننا في باكستان المسلمين منهم اكيد وهي دوله اسلاميه سمعنا ان في باكستان عشرات الآلاف أو الملايين شاهدوا برنامج محفل نعم. العام الماضي ما هي الاستفادة التي استفدتموها أنتم شخصياً يا شيخ عبد الرشيد العزيز
من برنامج محفل. من يوتيوب. أنا سمعت تلاوة شيخ هادي. شيخ هادي السفيداني. نعم شيخ هادي السفيداني الأخلاء. نعم الأخلاء. والشيخ يقرأ بعد هم بعد ذلك هو يقرأ جواب الجواب. شيخ حامد شاكر نجات. وتلذ الأعين. يطاف عليهم نعم يطاف عليهم بصحاف من ذهب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. حفظت هذا الجواب أنت حفظته؟ نعم. كما قال الأستاذ؟ نعم. قل له لو سمحت. يطاف عليهم؟ يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. الله نعم. كلم الجمهور الإيراني، قل لهم نوروزة مبارك. نوروزة مبارك. أحسن. لا هسه بعدين. بعد كلمهم بالفارسي، قل لهم رمضان مبارك. رمضان مبارك. عافية. بالفارسي. لحظة. بعدين قول حسنين دس الدرم. لا. قل. حسنين دوست الدرم. دوست الدرم حبيبي. من دیگه کار ندارم. شما دیگه بقیه‌اش هم نگفتی. ها قول حامد دوست ندارم. نسیت. قول معي حامد دوست ندارم. دوست درم. قول استاذ رضوان دوست ندارم. نعم. قل أستاذ رضوان. أستاذ رضوان دوست ندارم. لا. زين أبو القاسمي. هو أستاذ. لا أبو القاسمي. أستاذ الكبير. شيخ قاسميان. أيضا. شيخ الكبير. أنا. أستاذ ندارم. أنت الحلو. ما شاء الله. جميل جدا. يا حبيبي شكرا. أنت الحلو. زين. قل له دوست ندارم. اسمه رسالة. اسمه رسالة. أبلغكم رسالات. رسالة بوذري. رسالة بوذري. بوذري. دوست ندارم. دوست ندارم. وليس قولك من هذا بضائره. نعم. العرب تعرف من أنكرت والعجم. حياك الله عزيزي. خیلی ممنونم حسن این جان. متشکرم. جانم آقای قاسمیان. عرض به خدمتتون این آیه‌ای که خونده شد حیاك الله طیب الله انفاسکم. این آیه 29 و آیه پایانی سوره مبارکه فتح بود. قسمتی که خونده شد خواهش می‌کنم کسایی که فکر می‌کنن می‌خوان آدم‌های خاص یا گروه‌های فرهنگی خاص باشن این دو سه دقیقه حرف منو گوش بدن. در این آیه مثالی زده برای کسایی که دوربر پیغمبرن. یه مثال از تورات زده شده، یه مثال از انجیل. من انجیلشو توضیح میدم. و مثلهم فی الانجیل کزرعن. مثل این مؤمنین خاص دوربری های پیغمبر مثل کشته ایست که اخرج شطعه، جوانه باید از خودش تولید بکنه. اگه برود و جوانه خودش رو تولید نکرده باشه فایده نداره. اخرج شطعه فآزره، اینو ایزار میکنه، یاری میکنه این جوانه کوچیکو. فاستغلظه، تا اینکه این غلیظ بشه و محکم بشه. فاستوى علی سوقه، که بر ساق و سوق خودش بیست. یعنی یک جوانه ای رو که درست میکنه باید ادامه بده باش، ادامه بده، بزرگش کنه تا رو ساق و سوق خودش بیستد. چجور کاری؟ یعجب الزرا، جوری که اون کسایی که اهل کشته و کشتکاری هستن، اهل زراعت هستن، به شگفت بیان. عجب کاری کرد، عجب بنیادی رو انداخت، عجب کار فرهنگی، عجب برنامه‌ای. همه باید انگوش به دهن بمونن که عجب چیزی. منتها بازم جهت داره. جهتش چیه؟ لیقید بهم الکفار. ببینید کاری اگر جهتش
خار تو چشم کفار نباشه اون کار جهاد فرهنگی نیست، اون یه کار تلاش فرهنگیه. جهاد فرهنگی اون است که به شگفت بیاره همه رو که بابا این کار دمشون گرم، عجب کاری کردن، و باید مستقیم تو چشم کفار باشه. کفار هم در نظر قرآن به معنی بی ایمان نیست. عرض که بی ایمان رو ما کفار نمیگیم، کفار آدم منکره که سر جنگ با ما داره، و یعنی کسی که کاری با ما نداره، حالا ایمان هم نداره، خب نداره که نداره، ولی کسی که با ما کار داره، جنگ داره، مشکل داره با ما، اینا اسمشون کفاره. آمریکا کفار است، اسرائیل کفار است، اینا کفارن. کار فرهنگی و جهاد فرهنگی باید تو چشم اینها در بیاد. این اگر الگو باشه با پشتوانه اینی که سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود که ذالکه مثلا هم فی تورات، مثلشون تو تورات هم اینه که آقا اینا سری به سجده حق باید بسایند، اینا با پشتوانه شب و نماز شب و ایناشون باید کار فرهنگی بکنن، نه الکی از خودشون همینجوری بلند شدن نماز صبح خونده نخونده اینا بگن ما داریم کار فرهنگی میکنیم. انسانی که بخواد خروجی با ارزش داشته باشه حتما باید خودش با ارزش باشه، و این ارزشمندی رو باید خیلی متشکرم. احسنتم. تشکر میکنم از شیخ عبدالرشید از پاکستان. رسم میهمان نوازی رو با صدای دستاتون میشنم. زنده باشد، سلامت باشد. یا الله. راست میگن در همیشه روی پاشنه نمیچرخه، وقتی بیای باز میشه این در، صبح میشه این شب. سلام بر تو که صاحب اختیار مایی. خداحافظ مردم. سألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على